15 دقیقه ساخت شده یک بول ادامه سیگه خوش کلیفسیز. معلومات بسیار جالب بود در مورد زایات استخانی که گاه اوقات اگر ما دوچار ترامه های هم ضربه های شویم و یک قسمت از دست یا پای ما هم کسر بکنه بعض از پارچه استخوان استخان می باشه که در موساها باقی می گاهی گاه اوقاتی پارچه ها سبب میشه که حتی ایجاد سرطان بکنه و گاه اوقات همه می پارچه های ناپدید میشه. اما ای که چطور میتونیم از این حالت پیشگیری بکنیم و یا هم اعراض علائم مشخص و نشانه چی هستند افراد بیشتر مصاب میشن و بهترین زمان به خاطر مراجعه کردن نزد دکتر چی وقت هست میخوایم امروز صحبت داشته باشیم با دکتر صاحب محترم رحمت الله عزیمی متخصص امراض ارتوپیدی و تراوماتولوژی بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتان بخیر تشکر رسلم جان سلام بر شما سلام برای بینده های صبح زندگی صبحتان بخیر باشه سلامت باشین دکتر صاحب خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در صبح ها زندگی داریم شو. قبل از همه قبل از اینکه در رابطه با نشانه های شکستگی ها و اینکه از چه چی چیز بفهمیم که توته های از استخوان و یا هم بخش های از استخوان پارچه شده در قسمت از بدن ما باقی مانده میشه صحبت بکنیم در رابطه با زایات استخوانی که چگونه یک حالت است خوب در باید بگیم که همین خود اسکلت بندی وجود ما و شما یا استخوان بندی وجود از زمان حیات داخل رحمی شروع میشه بله یعنی وقتی که از حیات داخل رحمی هستن شروع ما استخوان ها شروع میشه الا تا که زنده هستیم استخوان ها اومون ده نشور ما خود یعنی <applause> ما حجراتی داریم که برام اوستوبلاست ها یاد میکنیم و حجرات دیگه که برام اوستوکلاست ها هستن همیشه استخوان های ما و شما در تولید و جذب است یعنی په ځینو وختو فعالیتای او جبلست اوسچبلست ها زیات ترستان یعنی حجرات نو تولید میکنن او په ځینو وختو هم جره فعالیتای اوسچکلست ها یا اوسدغون ها را جذب میکنن زیات میشه تا به سنین 20 سالگی یا 25 سالگی امی تراکم استخوان یا دنسیتی استخوان به حد ازمی خود میرسه یعنی فعالیت های اوستوبلاست ها در سنین جوانی یا 20 25 سالگی به حد ازمی خود میرسه بعد از سن 30 سالگی معادله برعکس میشه حجرات اوستوکلاست زیاد فعالیت میکنن نسبت به حجراتی که اوستوبلاست ها هستند یعنی جذب زیاد میشه نا شروع کمتر میشه جذب میشه. ولی به صورت طولانی یعنی به تمام زندگی یا طول عمر امی معادله وجود داره بعضی اوقات گفتیم گوجرات و ها یعنی ترمیم استخوان و, و بعضی جذب استخوان در وجود زیاتر میشه که امی معادله به صورت موجود میباشه ولی وقتی که سن بالا میره وقتی که با گذشت سن ادامه پیدا میکنه فعالیت های خود امی استوبلاست ها کمتر میشه از استوبلاست ها زیادتر میشه و استخوان ها نسبتا شکننده تر میشن مم. و این وقتی است که عموما استخوان ها با تروما ها با ضربات بسیار عادی میتونه که سبب وجود آمدن شکستگی ها در این افراد شود بیشتر کسایی که سن بلندتر دارن یا هم به طرف کوهولت روان هستن بیشتر در معرض تروما قرار میگیرن بیشتر به در معرض تروما قرار می گیرن و در ضمنش اینا کسایی هستند که با یک ضربات بسیار عادی حتی بعض اوقات خودشان نمیفهمن با یک افتیدن حتی با سرفه کردن در سینین امکان از ایست که مصاب شوند به کسرهای اومن به کسرهای انقفقس یا دیگک آمیانه میگیم و یا هم مره های کمر و بقیه قسمت خوب دکتر صاحب حالا میشه در رابطه به نشانه ها و علائم باقی ماندن پارچه های استخوانی در بدن صحبت بکنین گاه اوقات اگر ما دچار افتادگی میشیم یا هم دچار شکستگی میشیم قسمت دست یا هم پای ما زاییات از استخوان که در اون قسمت باقی میمونه چی علائم مم. و نشانه های از خود نشان میده که بالاخره سرحد ما را به دکتر میکشه خوب اون بعد از اینکه به تروما یا ضربات یافتیدن مصاب میشه اشخاص عراض و عرایم عمومی که عبارت از امون تراوما برشان مصاب میشه عبارت از پندیدگی هست که در وجود میه کبودی و تغییر رنگ در نایه هست و تحت فشار قرار گرفتن نایه هست تغییر رنگ خود نایه میباشه و همچنان سبب ایجاد درد در از در افراد میشه که اون افراد از همین سبب به نظر دکتر مراجعه میکنن ولی بعد از عکس خود اکسری، ماینات رادیوگرافی که در, در افراد اجرا میشه دکتر میتونه به تشخیص برسه که شکستگی چه قسم است از کدام نوع شکستگی است پارچه دار است چندین پارچه داره و دکتر به تشخیص نزدیک میشه بسیار خوب دکتر صاحب باز گاهی اوقات ماینات تشخیصی ام آر آی و سیتی هم بر مریضان توصیه میکنین یا خیر بله در صورتی که خود تروما یا ضربه تنها به هارتی شو باشه یعنی استخوان سخت باشه بنساج با سخت یا استخوان میگیم این قسمت باشه با اکسری و یا هم بون اسکن قابل تشخیص است ولی در صورتی که هی پارچه های استخوانی عصب در ناحیه زیر فشار گرفته باشه و سبب ایجاد اعراض و علائم عصبی در از افراد شده باشه در مثال یک شخص بازویش کسر کرده می باشه ولی با حرکات انگشتانش درست نمی باشه یا درست کار نمی, تر نمی باشه. باز ای ایجاب کنه باز در صورت ایجاد از این میکنه که معاینات دیگه هم در از افراد اجرا شود <تصفح> تا دیده شود که آیا امی پارچه های استخوانی به کدام اندازه سبب تخریب در خود رشته های عصبی شده بسیار خوب دکتر صاحب بعض از افراد هستند زمانی که یک قسمت از بدنشان دچار کسر یا هم شکستگی میشه او توجه نمی کنند و پیش دکتر صاحب مراجعه نمی کنند بهترین زمان مراجعه نزد دکتر صاحب چه زمان هست و اگر ما غفلت بکنیم نزد دکتر صاحب مراجعه نکنیم اختلاطات بعدی که بر ما ایجاد میکنند چی ها میتونه باشه خوب عموما بعد از به یک تروما یا ضربه شما مصاب یعنی نخستین برخورد که با این قسم افراد میشه از محل خود حادثه هست بل. یعنی از محل حادثه باید که برخورد بسیار خوب شود با نزدی افراد یعنی با گذاشتن آیس پک یا اگر چیز سرد باشه برای نایه گذاشته شود و یا همراه با یک کارتن و یک بالش چیز باشه حداقل با یک بنداش بسته شود نایه و بلند قرار داده شوه و با جمع یعنی با چندین فرد به شکل درستش انتقال داده شد تا به یک مرکز صحی تا با دکتر مراجعه شود و بعد از تشخیص دقیق توسط دکتر باید برازی خود شکستگی ها و یا هم این پارچه های استخوانی که از برخورد تخصصی در نزد افراد انجام شود تا از معیوبیت و معلولیت در آینده در نزد افراد شود ولی در صورتی که شما با یک برخورد غلط با استخوان صورت میگیره تر <applause> مثال با یک کسی مراجعه میشه که اصلا در این بخش معلومات نداره <applause> برش باز با کارهای بعدی که بر از افراد میشه فوق العاده مشکل است بر دکتر و جواب... جواب دادن بر تداوی در از افراد نسبتا مشکل تر بله دکتر صاحب گفته میشه که گاه اوقات هم می پارچه های اضافی استخوان که <applause> از سر شکستگی در قسمت از بدن ما وجود می داشته باشه یا هم در قسمت باقی میمونه بالاخره سبب میشه که گاه اوقات تولید سرطان بکنن میشه در این رابطه هم معلومات بدین که چی زمان سبب میشه که پارچه های اضافی استخوان در محل آسیب دیده سبب ایجاد سرطان شون از نفرات خب بعض اوقات خود حجراتی که قبلا گفتم که فعالیت های نشونه استخوان ها مربوط به مو دو قسم حجرات میشه که برات اوسیبلاست ها و استوکلاست ها باشه و اینا در اثر فعالیت خود میشه سبب تولید استخوان شود از نظر بعض اوقات که این پارچه های ازمی در ناحیه سبب تنبیه خود امی حجرات اوستوبلاست ها میشن و نشون را سریع تر میسازن امکان ازی است که به شکل غیر نرمالش حجرات فعالیت خود شروع میکنه و میتونه که سبب ایجاد قسمات ساد بله دکتر صاحب در رابطه با راههای پیشگیری هم میشه صحبت بکنین که ما در زندگی روزمری خود بیشتر چقدر توجه داشته باشیم بالای رژیم, رژیم غذایی خود تا ای که بالاخره مقدار مشخص از مواد غذایی که بدن ما برش نیاز داره به خصوص استخوان‌های ما او را بتونیم به دست بیاریم تا آسیب ها و ضرباتی که به قسمت های از بدن ما وارد میشه نتونه که با ساده ترین فرصت استخوان‌های ما را از بین ببره و بشکنه خوب در مجموع به خاطر از اینکه ما یک склет бадани хуб дошта бошем а استخوان های قوی داشته باشیم در مجموع باید چند نکته است که باید مراد شود از جمله یکی هم تغذیه بسیار خوب است یعنی کوشش کنیم که از منابع غذایی که استفاده میکنیم منابع سرشار و یا منابع بسیار خوب کلسیم باشه که از جمله استفاده از خود لبنیات است که برات از شیر باشه پنیر باشه ماست باشه و همچنان از سبزیجات باید خوب تر استفاده شه یعنی منابع غذایی غذایی که استفاده میکنیم منابع خوب کلسیم باشه از این منابع استفاده شه و دیگه قرار گرفتن در معرض شوهای آفتاب است بدبختانه کشور ما با وجود داشتن شوای آفتاب اکثر مردم شما مصاب کمبود کلسیم و ویتامین دی هستند که خود کلسیم در موجودیت ویتامین دی که روزانه به اندازه 400 تا 800 واحد بین المللی نیاز است که تا شوه یعنی در معرض قرار گرفتن شای آفتاب یک بسیار خوب است که باید روزانه حداقل 15 تا 20 دقیقه در معرض شای افتاب قرار داده و همچنین دیگه چیزی که مهم است ورزش یا فعالیت های فیزیکی است به خصوص قدم زدن بایسکل کردن ورزش کردن حداقل روزانه نیم ساعت به صورت متواتر و منظمش این مسائل هست که سبب از این میشه شما اوسقان های قوی داشته باشیم و همچنان عدم استفاده از سیگار یا سیگرت به خاطر که این هم که برای شش های شما نقص داره برای قلبتون مضر است اما قسم برای استخوان هم مضر می باشه یعنی مانع جذب کلسیم می در وجود شه استفاده دار از نوشابه های گازدار این موارد است که بسیار خوب دکتر تشکر از بسیار جالب را بر ما ارائه کردین شش. و حالا می بسیار کوتاه در رابطه با تداوی صحبت بکنین که آیا همیشه جراحی باید صورت بگیره یا هم تداوی شیمیایی یا دارویی هم وجود داره خب فرق میکنه نظر بعضی که کدام قسمت وجود است یعنی اگر بعضی پرچ های استخوانی هستند که با های کانزروتیو یا تداوی‌هایی که ما میشه پلاستر برش بکنیم یا خود بریس ها برشون یا قالب برشون بانی میشه که دم، دمی جوابگو باشن ولی بعض اوقات با این چیزا جوابگو نمی باشن اینجا بازی رو میکنن که پروژه ها جایی در نظر افراد اجرا شد و بسیار تشکر زنده و سلامت باشین دکتر صاحب محترم رحمت الله عظیمی. متخصص امراض ارتوپیدی از یک امروز در صبح زندگی بخش 15 دقیقه سلامتی تشریف آوردین و معلومات بسیار جالب را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم همراه ما و بیننده شریک ساختین وقت خوش داشته